با نگاهی به پروسه توسعه باید بگیم پروسه توسعه شکست خورده است در حالی که در این فاصله چاهای نفتمون رو تخلیه کردیم در چهاردهه اخیر بیش از سی درصد جنگل هامون رو یا حتی بیشتر نابود کردیم تقریبا بخش اعظم منابع آبمون رو تبخیر کردیم مگر ما چند بار میتونیم چنین منابعی رو پیدا بکنیم که با شیه کاری بکنیم آنچه که در دنیای مدرن میتونست موتور حرکت ما بشه رو ما سوختش رو سوزوندیم یعنی همچنان تا نگاه میکنیم دستاورد آشکاری نداریم همچنان احساس میکنیم که در مسیر توسعه داریم در جا میزنیم سوال اینه چرا ما گرفتار چه مشکلی بودیم که نتونستیم این گذار رو ما طی بکنیم اگر بخوام خلاصه در یک جمله بگویم که چرا ما توسعه نیافته ایم باید بگم ما جامعه بی کودکی هستیم ما توسعه نیافته ایم چون از نوزادی پیر شده ایم جامعه ای که بدون درک و گذار از دوران کودکی بزرگ میشه و پیر میشه بذر توسعه در صفر تا هفت سالگی حتی الان میگیم که نه از هنگام بستن نطفه بذر توسعه کاشته میشه اینکه مادر در چه شرایط زیستی چه الگوی ای داشته باشد شروع میشه بعد تا, تا هفت سالگی حالا بین روانشناسها اختلاف هست دیگه بعضی از روانشناسا تا ده سالگی اینو میبرن بالا بعضیا میگن تا پنج سالگی اختلاف هست ولی حالا شما همون هفت سالگی که آغاز دبستان هست برای این فاصله خانواده آموزش و پرورش و نظام سیاسی پلنی برنامه ای ندارن مسئله اصلی مادران از صفر تا هفت سالگی اینه که اوناشون که دیگه خیلی حواسشون جمعه این نمودار رشد جسمی رشد بی ام آی بچه رو رسم بکنن بگن خب بچه هم توی این دامنه رشد مطلوب داره رشد میکنه مسئله پروژه مادران در این فاصله صفر تا هفت سال چیه؟ تقضیه بچه از هفت سالگی که داستان بماند که آموزش پرورش چه میکند توی قبل از هفت سالگی هم ما پیش داریم یا مهد کودک داریم اینا پروژهشون چیه؟ پرستاریه اینا یه مقایق دکه هایی برای پرستاری هن. یه استراحتگاهی برای پرستاری نه کار دیگه ای نمی یک شیر بچه رو میدن دو پوشکش رو عوض میکنن که اگر ما یک دهم پولی که در صدسازی بردیم رو برده بودیم توی آموزش پرورش الان اوزامون متف... متفاوت بود کاملا ولی اصولا ما مسئلهمون نبوده مسئله ما نبوده است و متوجه داستان نبودیم که توسعه از کجا آغاز میشه و ما به کجاها داریم ضربه میزنیم تیزی های رفتاری تیزی های گفتاری شکل گرفتنش و سیقل خوردنش در دوران کودکیه اونجاست که ما می آموزیم وقتی کسی صحبت میکنه صبر کنیم صحبتش تمام بشه بعد پاسخ بدیم اونجاست که ما می آموزیم اگر من میخوام سودی ببرم باید شراکت کنم و در شراکت حق مالکیتم رو میریزم تو سبد شریکی پس باید بپذیرم از حق مالکیتم عبور کنم تا بتونم یه کار جمعی بکنم شرکتی را بیاندازم اونجاست که ما می آموزیم که روادار بشویم و به دیگران حق دگر باشی و دگر اندیشی بدهیم اونجاست که ما گفتگوی اخلاقی و اقلانی رو تمرین می کنیم. اینا همه یعنی زدن تیزی ها اونجاست که ما سلسله مراتب اجتماعی رو می و تمکین می کنیم. اونجاست که ما تقسیم کار رو یاد می گیریم. این ویژگی ها رو اونجا باید بیاموزیم و این سیقل ها رو اونجا باید بخوریم